بخشی از مذاکرات متوجه تسهیل مبادلات بانکی و مراودات ارزی بین ایران و چین بود که تقریبا تمام پیشنهاداتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران داشت مورد موافقت طرف چینی هم قرار گرفت. کمک خواهد کرد به اینکه انشالله در روزها و هفته‌های آینده شاهد مدیریت اوضاع باشیم. ما بار اول اخطار میدیم، اما اگر رعایت اتفاق نیفته قطع گاز انجام میشه. اخطارها بیش از 2700 اخطار به دستگاه دادیم ولی 180 موردش به قطع گاز است. بحث بیمارستان اختصاصی برای نمایندگان مطرح شده و یا بیماری تکمیلی خاصی که مطلب کذبی یا امتیازات خاصی که شاید در اختیار نمایندگان قرار بگیره، اگر ممکنه مطلب کذبی بود و چنین بیمارستانی، والا من که سه دوره تو مجلس هستم سراغ ندارم. البته خب برای مراجعه به پزشک و کار درمان مثل بقیه مردم نمایندگان هم مراجعه میکنن. برای حمایت از تولید کننده میخریم دیگه، ما خودمون خونه مرغ داریم. چه هفته خریدم داشتیم ولی خب برای حمایت از تولید کننده گفتیم حالا چند تا بخریم. در میدان بهمن قیمت عمده فروشی مرغ گم 52 تا 53 هزار تومان و به صورت خرده فروشی 54 تا 55 هزار تومان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات میفرستیم بر حضرت محمد و آل محمد. خانم ها و آقایان سلام، شبتون بخیر باشه. به خبرهای این ساعت خوش آمدید. در پی حادثه ناگوار ربایش و شهادت مولوی عبدالواحد ریگی، رهبر انقلاب در پیامی ضمن اظهار تأثر از شهادت این عالم خیرخواه و شجاع بر تعقیب و مجازات سریع و جدی جنایتکاران از سوی دستگاه‌های مسئول تاکید کردند. در پیام حضرت آیت الله خامنه‌ای آمده اشراری که این جنایت را مرتکب شدند مزدورانی روسیاهند که در خدمت دشمنان سعادت و هممیهنان بلوچ و اتحاد اقوام ایرانی قرار گرفتند. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا تکیه گاهی مطمئن برای اجرای طرح‌های توسعه و پیشرفت کشور. رئیس جمهور که امروز به جمع مدیران و مسئولان این قرارگاه رفته بود، تولید قدرت را از جمله خدمات این قرارگاه دونست. امروز یکی از حوزه‌های تولید قدرت به دست توانای عزیزانمون در حوزه سازندگی است، در قرارگاه سازندگی است. و کارهای بزرگی است که امروز میتونه در ساخت کارخانجات، راه انداختن و فعال کردن چرخهای تولید و کارهای بزرگ ماندگار زیرساختی و زیربنایی در کشور ایجاد کرد. رئیس مجلس هم با اشاره به این که نه در سپاه و نه در قرارگاه خاتم الانبیا منفعت اقتصادی هیچ مفهومی نداره گفت، این قرارگاه فقط به پیشرفت کشور فکر میکنه و اولویتش رسیدگی به محرومان و مستضعفانه. قرارگاه باید به گونه عمل کنه که هیچ بخش خصوصی و هیچ مجموعه از پیمانکاری کشور هیچ وقت احساس نکنن که مجموعه قرارگاه رقیب اونهاست. از قضا مجموعه قرارگاه باید یک مجموعه باشد که بتواند حمایت کنه از مردمی سازی همه زیرساختهای کشور توسط مردم. فرماندهی کل سپاه هم از تقلای ناکام دشمنان برای تحریف و عقب نگه داشتن قرارگاه و همچنین پیغام و پسخام هایی که نشونه ناتوانی اونها در برابر ملت ایرانه گفت. امروز مستمرن پیام میدهند به ما که شما کاری نکنید تا ما هم کاری نکنیم. این پیام های تسلیم دشمنان میرسد. وزیر اقتصاد تسهیل مبادلات بانکی و مراودات ارزی را از موضوعات مورد مذاکره هیئت ایرانی با طرف چینی اعلام کرد. آقای خاندوزی ابراز امیدواری کرد اجرایی شدن مفاد این مذاکرات به ثبات و مدیریت بازار ارز کمک میکنه. بخشی از مذاکرات متوجه تسهیل مبادلات بانکی و مراودات ارزی بین
ایران و چین بود که تقریبا تمام پیشنهاداتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران داشت مورد موافقت طرف چینی هم قرار گرفت، با اجرایی و عملیاتی شدن اون، با توجه به اینکه نقش قابل توجهی چین در مبادلات چه صادراتی و چه وارداتی کشور داره، کمک خواهد کرد به اینکه انشالله در روزها و هفته‌های آینده شاهد مدیریت اوضاع باشیم. مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز از قطع گاز 180 اداره دولتی پرمصرف از ابتدای آذر تا امروز خبر داد. این قطعی‌ها در پی اخطارهای صادر شده به علت رعایت نکردن بخشنامه‌های ابلاغی درباره مصرف بهینه گاز و تنظیم دمای اداره با دمای رفاه انجام شده. بر اساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور، همه اداره‌های دولتی موظف به رعایت دمای رفاه 18 تا 21 درجه هستند. بیش از 42500 پایش در سطح کشور برای ادارات و مراکز دولتی و ارگان‌ها انجام شده. ما بار اول اخطار میدیم، اما اگر رعایت اتفاق نیفته قطع گاز انجام میشه. اخطارا بیش از 2700 اخطار به دستگاه دادیم، ولی 180 موردش به قطع گاز رسید. عضو هیئت رئیسه مجلس خبر ساخت بیمارستان اختصاصی برای نمایندگان مجلس رو تکذیب کرد. پیش از این یکی از نمایندگان مجلس گفته بود برای آنها یک بیمارستان اختصاصی ساخته شده. روشنگری بفرمایید، حالا بحث بیمارستان اختصاصی برای نمایندگان مطرح شده یا بیماری تکمیلی خاصی که مطلب یا امتیازات خاصی که شاید در اختیار نمایندگان قرار بگیرن، اگر ممکنه روشنگری بود و چنین بیمارستانی، والا من که سه دور تو مجلس هستم سراغ ندارم. البته خب برای مراجعه به پزشک و کار درمان مثل بقیه مردم نمایندگان هم مراجعه میکنن، البته راهنمایی به نمایندگان میشه که مثلا این بیمارستان مثلا طرف قرارداد با مجلس هست و خب مراجعه انجام میده. بیمه چیه آقای حاجی؟ بیمه تکمیلی خاصی مثلا نمایندگان ازش بهره مندن؟ ولی کارت سلامتی به نمایندگان میدن که به اصطلاح هزینه هاشون رو در درمان بهشون به اصطلاح بخش عمدهیش رو پرداخت میکنن. مجلس طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در رشته های پزشکی رو تصویب کرد. هدف از این طرح کاهش تعهدات خدمتی پزشکان در مناطق محروم و ایجاد انگیزه برای حضور اونها در این مناطق که کلیات طرح تصویب و جزئیات اون به کمیسیون ارجاع شده. سی درصد از قبولی های پزشکی دانشگاه های ما جزء مناطق محروم اینو تعهد دارن. قبلا اینها به ازای دوره تحصیلشون سه برابر باید میرفتن به خدمت در مناطق محروم. این زمان رو به 1.5 برابر برای پزشکان عمومی و 1.7 برابر برای متخصصین در واقع اعمال کردیم. در ادامه، لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی از مالیات بر ارزش افزوده با هدف افزایش واردات و تولید دارو و همچنین کاهش قیمت اون تصویب شد. مفهومش این است که این قیمتی که امروز در داروخانه‌ها به مردم تحویل داده میشه، بهای اون نسبت به شرط کنونی بر اساس 9% مالیات ارزش افزوده معافیتش کاهش پیدا خواهد کرد. موافقت با بررسی دوباره طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس مصوبه دیگه نشست علنی بود. مجلسی ها همچنین با صدور بیانیه اقدام اتحادیه اروپا رو در قطع پخش شبکه پرس تیوی محکوم کردند. هشدار به پرمصرف های گاز در روزهای سرد سال تا اختیاری بودن دریافت کالابرگ الکترونیکی از جمله خبرهای دولت مردان در مصاحبه با خبرنگارا در حیات دولت بود. خبر دیگه هم این که رئیس جمهور فردا به خراسان جنوبی میره. ترافیک پرحجم از نوع پاسخگویی پاستور نشین ها به خبرنگاران. من یه جا قرار دارم برمیگردم. همه تونم جمع شده دادم فکر شما نظم کنه. ضمن احترام کامل به همه عزیزان، اجازه بدید من یه جلسه با بیرون دارم. پیگیری تسهیل صدور مجوزها هم بودیم، مثل ساخت و سازها در خارج از شهر. این مجوزها مربوط به وزارت کشور نیست، همه مجوزها مربوط به شهرداری ها هستن.
شهرداری ها خودشون دستگاه مستقلن. وزیر ارتباطات هم از پاسخ ندادن اینستاگرام به نامه مرکز ملی گفت. صحبتی که این روزا مطرح شده بود توسط یکی از نمایندگان محترم مجلس ظاهراً در واقع حدس و گمانه. وزیر کار هم درباره افزایش سن بازنشستگی گفت. اون چیزی که مصوب به که مجلس تصویب بکنه حتما ملاک عمل خواهد. از دیگر حاشیه ها دعای وزیر آموزش و پرورش بود، اونم برای هوای پاک. شبکه آموزشی دانش آموزان موسوم به شاد کارشو داره انجام میده، معلمان ما هم زحمت میکشن و خب امیدوارم ان شاءالله هوا خوب بشه. و هشدار و صراحت دوباره رئیس سازمان محیط زیست به برخی دستگاه‌های اجرایی. سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه‌های نظارتی کارشون رو انجام دادن، پرونده‌هایی که مطرح اون بعد پاسخگو باشن. و البته تعجب آقای اسماعیلی، جشنواره فیلم حقیقت در حال برگزارش هستیم. بیش از 520 تا فیلم رسیده بود. من دیروز که رفتم اونجا خودم تعجب کردم از میزان استقبال. پله‌های ترقی رو بالا بریم، اما از پله‌های مصرف گاز خیر. اون پله‌های بالا رو حسابی امسال افزایش قیمت دادیم. و دستور رئیس جمهور برای ثبات بازار ارز به بانک مرکزی. با تغییری که امروز هم در تیم ارزی بانک مرکزی و هم در ایده‌های مدیریت بازار ارز صورت گرفت، در آینده شاهد کنترل اوضاع باشیم. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، نهاد ریاست جمهوری. مصرف گاز در بخش خانگی از مرز 607 میلیون متر مکعب در روز فراتر رفت. این رقم معادل 75% از کل تولید کشوره. ساعتی پیش هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره برخورد با مشترکان پرمصرف گاز ابلاغ شد. وزیر نفت هم گفت مشترکان بسیار پرمصرف نقره داغ میشن. امروز اومدم یه حساب و کتاب کوچیک ریاضی با مردم انجام بدم. 4.5 میتونه مساوی 1 باشه. بعضیا ریاضیشون ضعیف بود. میشن دیگه، نمیشن. چجوری میشن؟ ریاضی خوب نیست. این خانم به ریاضی نگاه فلسفی داشت. همیشه 2 تا 4 تا نیست، بعضی وقتا 5 تا میشه. یعنی بالا پایین زندگی من منظورم. این آقا هم حال و حوصله حساب و کتاب نداشت. نمیدونم شما اولش چی خورده. البته افرادی هم بودند که درست جواب میدادن. به حساب رقم نشون میده که مساوی نیستن دیگه. یه عقلانی بخوایم حساب کنیم نمیشه دیگه. من این سوال رو پرسیدم که بگم طبق آمار شرکت ملی گاز 19 میلیون مشترک خوشمصرف توی فصل سرد سال 15 میلیارد و 750 میلیون متر مکعب گاز مصرف میکنن. از طرف دیگه فقط 600 هزار مشترک بدمصرف تو همین مدت 2 میلیارد و 250 میلیون متر مکعب گاز مصرف میکنن. به عبارت ساده تر هر یه مشترک بدمصرف 4.5 برابر یه مشترک خوشمصرف گاز استفاده میکنه. زیاده روی دارن مصرف میکنن. بعد تاوان اونا رو هم پس بدی. باید باشون برخورد کنن اینا رو. باید قبض شو افزایش بده یا قطع کنه. عادلانه نیست. مردم میگن پرداخت یارانه انرژی از طرف دولت که روی قبضهای گاز محاسبه میشه باید عادلانه باشه. اون کم برخوردها رو بیشتر برخوردها که همون بیه تا قرار بگیرن، به همگی برسن. برای همه به یه اندازه باشه. فرقی نبود بین مردم باشه. کلا یارانه‌شون باید قطع بشه. حالا دولت که وعده رفع تبعیض داده بود، مردم با نداشتن میسازن اما با تبعیض هرگز. محاسبات قیمت گاز رو طوری تغییر داده که سپله اول مشترکان که حدود 250 تا 500 متر مکعب گاز مصرف میکنن برای هفتمین سال متوالی افزایش قیمتی نخواهند داشت. اما پلکان 4 تا 6 30% تعرفهشون نسبت به دوره متناظر قبل افزایش پیدا کرده. پلکان 7 تا 10 50% و پلکان 11 و 12 که بسیار پر مصرف هستن با قیمت ثابت 5,000 تومان و 6,000 تومان محاسبه خواهد شد. با وجود این گام دولت برای رفع تبعیض با در نظر گرفتن قیمت واقعی تولید گاز، هنوز مشترکان بدمصرف که فقط حدود 2% از مشترکان گاز هستند، تقریبا 10 برابر مشترکان خوشمصرف یارانه گاز دریافت می‌کنند. رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما. افزایش بیش از 2 برابری فروش مرغ گرم در برخی میدانهای میوه و تره بار با همکاری مردم در تنظیم بازار مرغ. معاون بازرگانی شرکت پشتیبانی امور دام میگه برای حمایت از تولید مرغداران واردات و توزیع مرغ منجمد متوقف شد.
مرغداران این روزها به واسطه مازاد تولید با ضرر و زیان مواجهند. هر کیلویی 43,000 تومان هزینه تولید یک کیلو مرغ گوشتیه، در صورتی که الان توی بازار مرغ رو باید بفروشیم کیلو 33,000 تا 34,000 تومان. برای کاهش این ضرر و زیان اما تولید کنندگان از مردم خواستند که با خرید بیشتر و ذخیره خانگی به تنظیم بازار کمک کنند. این باعث میشه که تولید ما به تعادلی برسه از نظر عرضه و تقاضا. در روزهای اخیر به واسطه این درخواست تقاضا برای خرید این محصول افزایش یافت. مرغ داشتیم، ما گفتیم به خاطر اینکه میگن تولید کننده ضرر نکنه و اینا، قرار اومد این خرید. آره گفتیم خرید کنیم داشته باشه. امروز هم به بازار فروش مرغ گرم رفتیم. اینجا میدان میوه و تره بار کارون. معمولا بین 800 تا 1 تن ما فروش روزانه‌مونه که الان یه چیزی حدود 1700 کیلو امروز آوردیم، چیزی ازش باقی نمونده. 2.5 تن هم تو راه. چقدر فروش داری روزهای عادی؟ روزهای عادی 1 تن. الان روزی 2 تن میفروشم. برای حمایت از تولید کننده میخریم دیگه. ما خودمون خونه مرغ داریم. شفت خریدم. داشتیم ولی خب برای حمایت از تولید کننده گفتیم حالا چند تا بخریم. اینجا میدان میوه و تره بار آزادی. تا هفته گذشته نهایت حدود 4 تن بوده در خرف این میدون روزانه. الان امروز رسیده به 10 تن و 700. خونمون مرغ داریم ولی اومدیم برای ذخیره کردن مرغ. و اینجا میدان میوه و تره بار جلال آل احمد. حالا که ساعت 12:30 چقدر ورودی بار داشتین تا این ساعت؟ 10 تن حدودا. روزهای عادی تا این ساعت چقدر براتون بار میاد؟ معمولا 4 تن. 1800 شده. این افزایش تقاضا کمک رسان تنظیم بازار و کاهش ضرر و زیان مرغداران شده. این برنامه پیاده نمیشد خب مرغ‌ها ضرر میکرد که جوجه‌ریزی نمیکرد. از کلی هموطنان گرامی من به جامعه تولید کنندگان مرغ گوشتی تشکر میکنم که در این بوبوهه و واقعا یک کمک مساعدت جمعی کردن. و این آخرین قیمت ها در بازار عمده و خرده فروشی مرغ گرم است. در میدان بهمن قیمت عمده فروشی مرغ گرم 52 تا 53 هزار تومان و به صورت خرده فروشی 54 تا 55 هزار تومان. در میادین میوه و تره بار قیمت ها 55700 تومان قیمت مصوب سازمان هستش. فرزاد آذری بقا خبرگزاری صدا و سیما. ایران و روسیه برای حل و فصل مسائل و مشکلات قضایی اتباع ایرانی ساکن در روسیه و همچنین اتباع روسیه ساکن در ایران به توافق رسیدند. رئیس قوه قضاییه در دیدار با دادستان کل روسیه از گسترش همکاری‌های حقوقی و قضایی ایران و روسیه خبر داد و گفت باید مبانی درست و اصولی از حقوق بشر ارائه کرد تا عده‌ای نتونن تعریفی ناقص و غلط از حقوق بشر ارائه کنند. بر اساس این تعریف غلط هر کس که بخواد به بهانه این قضیه به عنوان ناقض حقوق بشر به او برخورد میکنه و ما به نظر خودم بر اساس مبانی که قبول داریم میتونیم یک تعریف درستی اولا از بشر ارائه بدیم و بر اساس اون تعریف حقوق بشر را هم بیان بکنیم و به دنبال او بگیم کی نقض میکنه حقوق بشر را و کی طرفدار حقوق بشر. دادستان کل روسیه هم تبادل تجربیات دو کشور را در مقابله با افراطی‌گری و تروریسم، امنیت سایبری، جرایم علیه اطفال، قاچاق سلاح، مواد مخدر و رمز ارزها خواستار شد. و فلسطینی‌ها امروز با تجمع در میدان کتیبه خضرای غزه مراسم بزرگداشت 35مین سالروز تأسیس جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس را برگزار کردند. يا حماس فينا كوني شراع السفينة. در این مراسم همچنین پهپادهای حماس به پرواز در آمد و گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس رژه رفتند. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در این مراسم گفت دست رزمندگان غزه روی ماشه است تا اشغالگران را از سراسر خاک فلسطین ریشه کن کنند. یحیی سنوار رئیس جنبش حماس هم به صهیونیست‌ها هشدار داد اگر برای مبادله اسرا اقدامی نکنند پرونده 4 اسیر دشمن رو می‌بندیم و راه دیگری برای آزادی اسرای فلسطینی پیدا می‌کنیم. بازار سرمایه هفته پربازدهی رو پشت سر گذاشت. شاخص کل بورس تهران در آخرین روز معاملاتی هفته
رشد بیش از 18 هزار واحدی داشت و از 1,470,000 واحد عبور کرد. دیروز هم شاخص افزایش کم سابقه 45 هزار واحدی داشت و سومین رشد روزانه بالای 3% از ابتدای سال رو ثبت کرد. در مجموع این هفته شاخص کل رشد حدود 5% و شاخص هموزن هم رشد 4% داشت. دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت بیش از 54% دانشجویان علوم پزشکی کشور خانم‌ها هستند. به گفته آقای کوهپایه‌زاده 56% از دانشجویان تخصص پزشکی هم خانم‌ها هستند. بنابر آمار حدود 7000 متخصص زنان در کشورهای اروپایی خدمت ارائه می‌کنند. سهم بانوان از رشته‌های علوم پزشکی و تخصص پزشکی از 220 هزار نفر دانشجوی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور قریب به 120 هزار نفرشون خانم‌ها تشکیل میدن و مابقی رو آقایون. 56% از دستیارانمون که در حال تحصیل هستن خانمان هستن و 44% به تبع آقایون. و از 40 هزار متخصص در رشته‌های مختلف پزشکی 17.5% روزشان را با صدای زندگی شروع می‌کنند. تمام لحظاتی که یه بچه بیگناه و معصوم به دنیا میاد که از شیرین ترین خاطراتشه که هر لحظه که این تکرار میشه همیشه شیرینه برای متخصص زنان. متخصصان زنانی که جان مادر و کودک در دستانشان است. مادر 8 بچه بودند، مرز خطر مرگ بودند، تونستیم مریض رو نجات بدیم. حسی که بچه هاشون بعد به من ابراز کردن و این واقعا حس خیلی خوبی بودش. متخصصانی که در جایگاه یک زن و زیر سایه دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران بلند شده‌اند میگویند یه خانم میتونه هم یه مادر خوب باشه، هم یه همسر خوب باشه، هم یه فرزند خوب باشه برای مادر پدرش و هم یک پزشک خوب باشه. او که یکی از 7000 متخصص زنان و زایمان در ایران است، به همراه همکارانش از سطح خدمات تخصصی زنان در ایران این چنین میگویند. پدر مادرم هم مقیم آمریکا هستند و از لحاظ خدمات درمانی اونجا من اطلاع دارم. یه خانواده که مثلا حالا مقیم فرانسه هستن، در مقام مقایسه با اونجا میشه گفتش که ایران از لحاظ رشته خودم زنان به طور کلی خب خیلی تلاشا در این زمینه شده و قابل تقدیره. ما در حد کشورهای اروپایی و آمریکایی واقعا خدمات میدیم. از کشورهای مثل فرانسه، انگلیس، اینا ما مریض داریم. آنها حالا در 17th کنگره بین‌المللی زنان و مامایی ایران دور هم جمع شده‌اند برای ارتقای سطح علمی و بیان این درخواست‌ها. سرطان سرویکس داره در دنیا و به خصوص ایران افزایش پیدا می‌کنه. این قربارگری این سرطان رو در کشورمون میارم. حتی ثابت شده که اگه این قربارگری فقط یک بار برای تمام زنان انجام بشه، در طی 50 سال اصلا این سرطان هانی جلیل نژاد، خبرگزاری صدا و سیما. نکته های زبان معیاری در همایش ملی ارتقاء شفافیت پروپیمون بود. گویندگان خبر هم زیر ذره‌بین گزارش زبان معیار امشب قرار گرفتند. سخنران و مصاحبه شونده های همایش ملی ارتقای شفافیت چند نوع مواجهه با واژه های فرنگی داشتند. رئیس جمهور معادل فارسی واژه فرنگی رو با هم گفت. مجالس و پارلمان ها اصلا با رئیس دستگاه قضا معادل فارسی پروسه رو گفت. فرایند کاری را ما باید در سیستم هم واژه مشترک برخی مسئولان بود. حمایت از مدیریت سیستم هم باشه. سیستم های HIS. رئیس جمعیت هلال احمر هم واژه فرنگی رو گفت و سریع اصلاح کرد. یا تایم وقتی از خودش رو گفت که یکی مرد جنگی به 100,000. واژه های فرنگی رئیس مجلس به تنهایی بیشتر از واژه های فرنگی همه سخنران های دیگه بود. و هژمونی اونها رو در منطقه تو این 5 استراتژی بخشی مدیریت سایبرنتیکی اونجا اتفاق افتاد. داد به صورت حضوری منهای سیستمی. نمایشگاه ایران ساخت هم دو سخنران اصلی داشت. وزیر علوم حواسش بود که واژه فرنگی نگه. پژوهانه مناسبی در اختیار اعضای هیئت علمی ما باشه. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اما ترجیحش واژه‌های فرنگی بود. برنامه‌ریزی پلتفرم‌های توسعه. خب جوال دوزارو به دیگران زدیم.
یه سوزنم به خودمون بزنیم. برخی سلبریتی ها در فضای مجازی به تازگی و به بهانه طرفداری از دموکراسی در محدوده اتوبان حکیم تهران مبتنی بر آنتی بادی طراحی شدن. اینجا هم مراسم بزرگداشت سازمان همکاری اقتصادی در تهرانه که اعلان یا آگهی اون رو به انگلیسی نوشتن، در حالی که میبایست بر اساس قانون به فارسی مینوشتن و انگلیسی رو هم ریستر کنارش میآوردن. امید جلوداریان، خبرگزاری صدا و سیما. شب بخیر و خداحافظ.